سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. لیلا بلوکات متولد 4 آذر سال 1360 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیون است. او فارغ التحصیل لیسانس رشته طراحی فرش می باشد که از 14 سالگی تئاتر را شروع کرد و با سریال یوسف پیامبر در نقش همسر آخناتون به شهرت رسید. خواهر بزرگش نیوشا مهندس برق و خواهر کوچکترش میترا مدیریت ایرانگردی و جهانگردی خوانده و تنها برادرش هم در رشته نقشه کشی صنعتی تحصیل کرده. او در مصاحبه‌ای گفته از دوران دبیرستان عشق بازیگری داشتم، برای همین تصمیم گرفتم حرفه بازیگری رو دنبال کنم، اما از شانسم مهلت ثبت نام در هنرستان صدا و سیما تمام شده بود. در نهایت مجبور شدم در رشته فرش که متقاضی کمی داشت ادامه تحصیل بدم. خانم لیلا بلوکات برای دنبال کردن علاقه خود در دوره‌های بازیگری استادانی همچون امین تاروخ و میکائیل شهرستانی شرکت کرده و همچنین در ورکشاپ بازیگری مرحوم سمندریان هم حضور داشته. فعالیت هنری لیلا بلوکات از سال 77 با تئاتر کودک در فرهنگسراها آغاز شد و لیلا بلوکات با بازی در تئاتر به دنیای بازیگری روی آورد. او در سال 77 از طریق بازی‌های تئاتری دیده شد و در همین سال اولین بار با سریال روزهای زندگی به کارگردانی سیروس مقدم جلوی دوربین رفت. شهرت خانم بلوکات در سال 87 وقتی 24 ساله بود در سریال یوسف پیامبر با نقش همسر آخناتون شروع شد. او در ابتدا قرار بود در نقش زلیخا برای این سریال بازی کنه، اما به خاطر سانحه رانندگی این نقش به کتایون ریاهی سپرده شد. خانم لیلا بلوکات در رمضان سال 98 بار دیگر در مقابل دوربین رفت و نقش قمرالملوک در سریال از یاد رفته ها را ایفا کرد. در واقع خانم لیلا بلوکات در سریال از یاد رفته ها نقش آفرینی متفاوتی رو از خودش به نمایش گذاشت. خانم لیلا بلوکات ازدواج نکرده و هنوز مجرده. او در این باره گفته موضوع ازدواج در اولویت زندگی امروز من نیست، هرچند معتقدم ازدواج از موضوعاتی نیست که روی اون برنامه‌ریزی خاصی داشته باشی و گاهی ناخودآگاه افراد رو درگیر خودش میکنه. خانم لیلا بلوکات فوق‌العاده به ورزش علاقمند است. او در این باره گفته من از بچگی والیبال دوست داشتم. الان 2-3 سالی هست که بخش بانوان باشگاه هنرمندان راه افتاده و من با این تیم شروع به همکاری و بازی کردم. در واقع شروع با تیم والیبال هنرمندان بوده، اما در 3-4 تیم دیگر هم توپ میزنم. به شدت در ورزش فعال هستم. از اعضای ثابت تیم والیبال هنرمندانم و سوارکاری رو به صورت حرفه‌ای انجام میدم. البته والیبال رو از نوجوانی دنبال میکردم. خانم لیلا بلوکات معتقده که علاقه وافری به خانوادهش داره و رابطه خوبی رو با اونها برقرار کرده. مدتی در رسانه‌ها شایع شده بود که او چندین عمل زیبایی انجام داده که او به این شایعه ها واکنش نشون داد. او گفته که بعضی از کارگردانان تصور میکنن که صورت من به طور کامل عملی هست و هیچ کدوم از اعضای چهرم طبیعی نیست. دلیل اینکه همه فکر میکنن من چهره مصنوعی دارم اینه که بینیم کوچیکه و گونه هام هم کمی برجسته است. او گفته که قسم میخورم حتی یک بار هم عمل زیبایی نداشتم و تزریق ژل هم نکردم. از دوران کودکی عاشق کمک کردن به دیگران بودم. یادم در دوران دبیرستان متوجه شدم فردی برای تهیه جایزیه دچار مشکل شده. در اون مقطع از همکلاسی ها و دوست آشنا پول جمع کردم و برای اون فرد جایزیه خریدم. لذت این کمک به قدری برام شیرین بود که تصمیم گرفتم به شکل جدیتر وارد این حوزه بشم. خانم لیلا بلوکات از هنرمندان فعال اجتماعی است و مهمترین فعالیت اجتماعی او تأسیس و راه اندازی مؤسسه خیریه مهر لیلا است که هدف این مؤسسه کمک به بیماران MS، سندروم دان، مبتلا به سرطان و بچه‌های بی‌سرپرست و معلول می‌باشد. خانم لیلا بلوکات در مؤسسه خودش بیش از 1000 کودک رو تحت پوشش داره و خودش هم شخصاً سرپرستی 6 دختر و 2 پسر معلول رو بر عهده داره. او در مصاحبه‌ای گفته از زمانی که به مفید و مضر بودن خوراکی‌ها آگاهی پیدا کردم،
بسیاری از مواد رو از برنامه غذاییم حذف و جایگزین مفیدتر و بهتری برای همه اونها پیدا کردم. دوتا موضوعی که بیشترین کتاب‌ها رو دربارشون خوندم، یکی کتاب‌های تاریخیه و دیگری روانشناسی. همچنین عاشق سفر هم هستم. اگه به هنر علاقمند نبودم، کارشناسی فرش را انتخاب نمی‌کردم. پر از دغدغه و انرژی هستم و دوست دارم افکار و روح و روانم رو جای تخلیه کنم. اگه بازیگر نمی‌شدم، شاید یه وکیل قابل بودم یا یه خبرنگار بین‌المللی و مطرح، چون همیشه به دنبال ارضای کنجکاوی‌هام هستم. من کاملا خودخواسته 5 سال خواستم که کار نکنم، چون احساس کردم در 5 سال گذشته یک سری انتخاب‌های اشتباهی داشتم و خودم به این نتیجه رسیدم که مسیر اشتباهی رو میرم. خودم رو تنبیه کردم و هر پیشنهادی که شد رو نپذیرفتم، چون قبل از اون هر پیشنهادی که حتی سلیقه من هم نبود رو قبول میکردم و فکر میکردم که باید کار کنم و باشم. بعد از سریال حضرت یوسف 2 سال کار نکردم و احساس کردم که مشاوره های اشتباهی گرفتم. بعد از 2 سال چند انتخاب اشتباه در کارنامه کاریم داشتم، اما از یک جایی به بعد خودم متوجه شدم که مسیر رو اشتباه میرم. بعضی کارها سلیقه و ایدئال من نبود. خودم میدونستم هدفم چی بود، اما از اون فاصله گرفته بودم و برای همین خودم رو متوقف کردم. در این چند سال فقط تئاتر کار کردم و اتفاقا احساس کردم به آموخته‌هام اضافه کردم و بازیگریم رو به بلوغ بیشتری رسوندم، اگرچه هنوز هم نیاز دارم یاد بگیرم. در تئاتر بهتر و بیشتر تونستم خودم رو روی صحنه نشون بدم. همین تجربه شد تا از این به بعد هم حساب شده تر انتخاب کنم و همین حالا میتونم با تجربه بیشتری انتخاب کنم و از مسیری هم که در حال حاضر در اون قرار گرفتم رضایت بیشتری دارم. من صاحب خیریه هستم. 1000 بچه دارم. وقتی من در یک فیلم فانتزی بازی میکنم و وقتی اونها من رو در سینما میبینند و ذوق میکنند، برای خودم مشخص میکنم که حتی سالی 1 بار هم که شده، اگر به من یک کار فانتزی و موزیکال این سبکی که از هر لحاظ خوبه پیشنهاد بشه، حتما بازی میکنم. کاری که تماشاچیش هم بزرگسال هست و هم کودک، پس چرا نباید چه این کاری رو قبول کنم؟ اون هم در حالی که خودم 1000 بچه دارم و دلم میخواد اونها هم چنین کارهایی رو ببینن. قطعا مطمئن باشید من در آینده تهیه کننده هم بشم، برای بچه ها هم کار خواهم کرد. البته که سلیقه من کارهای جدی و ملودرام هست، ولی سلیقه من کار طنز هم نیست، اما گاردی نسبت به کار فانتزی ندارم. البته طنز هم رده های مختلف و متفاوتی داره. همه طنز ها بد نیستن. کار سخیف و همراه با لودگی هم وجود داره که البته اسمش رو نمیشه طنز گذاشت. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.